به ادامه محدودیت ها بر معنی کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی، حالا روند کمک رسانی را ظاهراً آسیب جدی رسانده است. این گونه که کمیته پناهندگان ناروی می گوید که بدون حضور کارمندان زن، تمامی فعالیت های این کمیته متوقف شده است. جان ایگلند، رئیس کمیته پناهندگان، در دیدار با سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که بدون حضور زنان نمی توانند کمک رسانی حیاتی را در افغانستان از سر گیرند و تمامی فعالیت هایشان در افغانستان متوقف شده است. آقای ایگلند افزوده است که در 6 ماه گذشته به 850 هزار افغان کمک صورت گرفته است و 469 کارمند زن را برای کمک به 700 هزار تن دیگر ضروری می دانند. بدون همکاران زن ما نمی توانیم کار کنیم. در افغانستان ما در واقع با یک بنبست برخوردیم و در حال حاضر نمی توانیم برای صدها هزار فرد نیازمند در افغانستان کمک فراهم کنیم. در سرمایه سرد زمستان، زمانی که ما نمی توانیم برای نیازمندان کمک فراهم کنیم، برای ما دردآور است. اگر ما بتوانیم بر اساس تمام ارزش‌های افغانی در کنار همکاران زن کار کنیم، ما کار را دوباره آغاز خواهیم کرد و ما امیدواریم به زودی به یک نتیجه دست پیدا کنیم. اما در مقابل سرپرست مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که تلاش ها برای ایجاد یک چارچوب شرعی برای تحصیل و کار زنان جریان دارد و کمک های بشردوستانه هم نباید مشروط باشد. دغه مورید باندې په لوړه سطحه باندې خبرې روانې دي او زموږ هڅه دا ده چې د دې لپاره یو اسلامي او کلتوري شرعي یو حل لار راوباسو تر څو د پنتونو مسله هم حل شي او په مؤسساتو یا په عامه دولتي ځایونو کې د ښځو د کار لپاره هم یو تګلاره موجوده وي. همزمان با این، معاون دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز برای لغو فوری منع کار و آموزش زنان با محمد خالد حنفی، سرپرست امر به معروف و نهی از منکر دیدار کرده است. مارکس پوتزل گفته است که وضعیت کنونی برای نهادهای کمک رسان نگران کننده است و باید به خاطر نجات مردم افغانستان شرایط کار زنان در نهادها فراهم شود. اما سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که باید فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان نیز در نظر گرفته شود. هر چا فرهنگ و کلتور باید به نظر که اونیول شی. تیر نظام که هم د درست نړۍ له لوري په رسمیت پیژندل شوی و، خو نه ملت ته، نه دغه هیواد ته، او نه هم نور نړۍ ته ژمن پاتې شو. اوسنی حالت ډیر مثبت دی او د ماحول په جوړېدو سره به هر څه سم شي. این در حالی است که پیش از این هم رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد نیز هشدار داده بود در صورتی که محدودیت بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی لغو نشود، مؤسسات تحت حمایت این سازمان نمی‌توانند برنامه‌های بشری و مددرسانی را در افغانستان ادامه دهند و 28 میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک‌های فوری دارند.